گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می کند دیدگاه های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد، با این امید که فضای گسترده تر برای تقابل اندیشه ها به دست آید. نگرش های متفاوت را برمیتابیم، پاکیزگی کلام را پاس می داریم و با هم به گلگشت می رویم. چندیست دلم یک دله با فتنه‌گران است، این هم به یقین معجزه دور زمان است. چون فتنه‌گری بانگ عدالت طلبی شد، دل بهر خدا یک دله با فتنه‌گران است. بیداد چو شد میوه آزادی و قانون، بیچاره دلم عاشق ظلم و خفقان است. جایی که چکد خون دل از ابر بهاری، والله که بهاران خجل از فصل خزان است. روزی که شب قدر بود شام جهالت، قرآن متنفر ز حلول رمضان است. زاهد که وضویش همه از خون دل ماست، تکبیر نمازش به یقین ننگ از آن است. زاهد که وضویش همه از خون دل ماست، تکبیر نمازش به یقین ننگ از آن است. دیروز چو حلقوم ندا غرقه خون شد، فردا به خدا روز ندای همگان است. دیروز چو حلقوم ندا غرقه خون شد، فردا به خدا روز ندای همگان است. با مرگ 200 آرش و سهراب و سیاوش، این مام وطن دلنگران است. دیدیم به دنبال هوا و هوس شیخ، هر لحظه فرامین خدا در نوسان است. دیدیم به دنبال هوا و هوس شیخ، هر لحظه فرامین خدا در نوسان است. چون با تو جهنم شده این ملک اهورا، بی تو به یقین غرفه ای از باغ جنان است. ما را چه به بدبختی لبنان و فلسطین، جایی که وطن یکسره در آه و فغان است. ما را چه به بدبختی لبنان و فلسطین، جایی که وطن یک سر در آه و فغان است. ای قر به همدردی با غزه و لبنان، آن کرد و بلوچ است که در حسرت نان است. خدا میدونه من اینجا که میام وصیت میکنم، خدا میدونه که اگر برنگشتم نگران نباشید،
ای درود بر شما، ای قر به همدردی با غزه و اعراب، این کرد و بلوچ است که در حسرت نان است. هرچند نبینی تو، ولی ملت ایران شیری است که بر پرچم خورشید نشان است. بر ملت ما تکیه کنه شیخ، که بینی هر گوشه یکی آرش با تیر و کمان است. سوگند خدا را به قلم نیز نخواندی، در کیش تو اصحاب قلم مدح خان است. از بس که شکستید قلم های مخالف، هر نشریه ماتم کده اهل بیان است. دو بیت دیگه بیشتر نمونده، اشتباه نگیرید، منظورم این بود که دو بیت مونده. بر دوش منه بار ستم را، هله ای شیخ این بار گران است. این بانگ نبانگیست که از یأس براید، حلقوم امید است که با جام دران است. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با یکی از کارهای آقای بادکوبه‌ای، این هموطن شجاع، شروع کردیم. قسمت‌هایی از اون مربوط بود به اشعاری که قبلا گفته بود و شخصیت‌هایی مثل ایشون، آقای حالو، آقای نوریزاد و آقایان دیگر و حتی بعضی از افرادی که واقعا به این رژیم وابستگی دارن و به طرق مختلف مثل آقای دکتر زیبا کلام، صحبت‌هایی که می‌کنند می‌تونه دریچه‌ای رو باز بکنه برای اینکه یک عده‌ای که واقعاً دلشون از دست این رژیم خون هست و جرأت پا جلو گذاشتن ندارن، این جرأت رو پیدا بکنن و بپیوندن به این شخصیت‌هایی که واقعاً دارن برای آزادی مملکت از جون می‌گذرن و از خودگذشتگی نشون میدن. به هر حال مثل همیشه شعری بود بسیار بسیار قاطع، منطقی و البته پر از نکاتی که امیدوارم عده‌ای از این افرادی رو که در مملکت ما دارن خون مملکت رو، خون مردم رو به شیشه میکشند، بیاموزند و دست بردارن از این کارهای غیر انسانیشون، کارهای غیر انسانی که به حد وحشتناکی روز به روز داره بدتر میشه. امروز مهمان ارجمندی دارم برای اولین بار در این برنامه که ایشون فعالیت زیادی دارن در جامعه باهایی و با این شرایطی که در ایران سال هاست این رژیم داره تحمیل میکنه به اقلیت‌های مذهبی، به گروه‌های مذهبی، من اقلیت و اکثریت رو بهش معتقد نیستم، به گروه‌های مذهبی اعم از باهایی، در رأس اونها گروه‌های باهایی هستن که مورد فشار هستن. گروه های دیگر، کلیمی، عرض کنم حضورتون، زردشتی، سنی و از هیچ کار و از هیچ رذالتی در زمینه های مختلف و فشارهایی که به این گروه ها میارن خودداری نمی کنند. و همین چند روز پیش بود که خبر اسف انگیز و ناراحت کننده ای رو شنیدیم در مورد همین فشارهای اخیری رو که آوردن به جامعه باهایی با نابود کردن یک قبرستان تاریخی باهایی ها در شهر شیراز. خاطراتی دارم از اون زمانی که در دانشگاه پهلوی شیراز، دانشگاه شیراز امروز، اونجا درس میخوندم و همون زمان هم این کارها شروع شده بود. یعنی گروه هایی از مثلا مسلمانان شیعه، جوانان شیعه، جلساتی رو میذاشتن برای بحث و مناظره با کسانی که به بهائیت معتقد بودند
و باهایی بودند، میتونست جلسات سازنده‌ای باشه در این حال، خشونتی صورت نمیگرفت، بحث میکردن راجع به دیدگاه های همدیگه و مینشستن صحبت میکردن. وقتی که در سربازی بودم در گنبد قابوس همین قضیه بود. البته همون موقع ها هم ما مرتب میدیدیم که اطلاعیه هایی رو بعضی از هموطنان پیرو دیانت باهایی در مغازه ها و در انظار عموم نصب میکردن و به اصطلاح از باهاییت خودشون رو جدا میکردن و به قول این عقب افتاده ها توبه میکردن از اینکه باهایی شدن، که البته 99% این افراد کسانی بودن که تحت فشار این کار رو انجام میدادن. ولی همونطور که گفتم علارغم فشارهایی که از همون زمان هم بود، که اون رو هم همین آخوندها باعث میشدن، مثلا اون تجربه ای رو که من در گنبد قابوس داشتم، در جلسه ای که همین مناظره صورت میگرفت بین معتقدین به دیانت باهایی و به اصطلاح مسلمانان شیعه، اونجا یک مرد 90 ساله معمم حضور داشت که باز هم من خشونتی رو در تمام این تجربیاتی که شخصا داشتم نمیدیدم، ولی از روزی که این رژیم روی کار آمده و از روزی که اینها برای حفظ خودشون از هیچ خشونتی خودداری نمی کنن و هر گونه ایده جدید، هر گونه فکر جدید و مدرنی رو سرکوب می کنند، این ماجرا تا الان ادامه پیدا کرده و ادامه داره و امیدوارم روزی روزگاری برسه که ما واقعا مملکت اون به طور کلی از دست این اختاپوسی که گریبان گیر مردم ما شده رها بشیم. در برنامه امروز همونطور که عرض کردم، برای اولین بار با یکی از شخصیت‌های برجسته جامعه باهایی، آقای دکتر فرهاد ثابتان خواهم بود که شمه‌ای رو از فعالیت‌ها و سوابق ایشون خدمتتون عرض خواهم کرد و بعد سوالاتم رو حضورشون مطرح خواهم کرد. و آقای دکتر فرهاد ثابتان لیسانس خودشون رو در رشته اقتصاد از دانشگاه ایست بی در سال 1979 گرفتن با درجه عالی، یعنی با نمرات بسیار عالی. فوق لیسانسشون رو از همون دانشگاه گرفتن، باز هم با نمرات بسیار عالی و با تخصص یا تأکید روی اقتصاد مایکرو اکنامیکس یا اقتصاد خرد ترجمه کردیم ما، و مالیه عمومی یا پابلیک فایننس. و در ادامه تحصیلاتشون پی اچ دی و درجه دکترای خودشون رو از دانشگاه دیویس گرفتن در 1990، باز در تخصصشون در زمینه‌های مالیه عمومی پابلیک فایننس، توسعه اقتصادی اکونومیک دیولپمنت و مانیتری تیوری یا تئوری های مالی. و تزشون رو تحت عنوان تقاضا برای تول تلکامیونیکیشن سرویسز، که من تول رو اینجا نمیتونم ترجمه کنم واسه تون، خودشون کمک خواهند کرد به من، در واقع تقاضا برای سرویس های ارتباطات راه دور، و توضیح خواهند داد به در مورد این به اصطلاح جمله‌ای که در رزومه‌شون هست. آقای دکتر سلام میکنم خدمتتون. سلام کردم، خیلی ممنون از برنامه شما، به همه بینندگان تلویزیون شما درود میفرستم و از معرفی کردید خیلی ممنونم، ولی شاید لازم نبود به این حرف بنده رو خجالت بکشید. خواهش میکنم آقای دکتر، این تول تلکامیونیکیشن سرویسز چیه؟ من این مدت چندین سال پیش که بنده شروع کردم برای نوشتن تز، در حقیقت در اون زمان همطور که شاید اطلاع داشته باشید، ارتباطات از راه دور تحت نظارت دولت بود و باز خصوصی نبود، و بعد از اینکه این خصوصی سازی در حقیقت شروع شد، با
باید میزان تقاضا برای یک چنین خدماتی رو اندازه می‌گرفتیم و دقیقاً ببینیم که مثلا اونچه که در اقتصاد بهش ضریب کشش یا الاستیسیتی میگن بله. چی هست و از اون استفاده بکنیم برای ایجاد رقابت در این صنعت، یعنی در صنعت ارتباطات. یعنی پولی که باید تول، منظور اون پولی است که باید پرداخت بشه برای این سرویس ها؟ نه خیلی، در منظور از تول سرویسز یعنی اون خدماتی که بین ایالت ها اگر کسی میخواست بکنه از سان فرانسیسکو فرض کنید به نیویورک، اون قسمت تلفن رو بهش میگفتن تول، به جایی که مثلا از یک شهر بیه از یک تلفن به یک تلفن دیگه که در حقیقت لوکال یا محلی بود. بله بله، یعنی یک واژه در واقع فنی هست. بله بله، تول معانی دیگه هم داره که من از بله. به هر حال آقای دکتر ثابتان، اینجا این بیوگرافی رو که واسه من فرستادن، من اگه بخوام راجعش صحبت بکنم تمام وقت برنامه رو باید بذارم و نشانگر نه و این نشانگر این هست که واقعا زمینه علمی رو که دارن آقای دکتر ثابتان و بسیاری از هموطنانی که آمدن اینجا با سرمایه های علمی بزرگ و واقعا افتخارآمیز هست، آدم احساس افتخار میکنه. عرض کنم حضورتون که آقای دکتر در مورد زمینه حقوق بشر فعالیت های زیادی برای هموطنان پیرو دیانت باهایی دارند که من ازشون خواهش میکنم که خودشون راجع به این موضوع صحبت بکنن. دکتر ثابتان در بی بی سی بودن، وایس آف امریکا بودن، ان پی آر بودن، نیویورک تایمز بودن، رادیو فردا بودن، رادیو فرانسه بودن، اینترنشنال رادیو فرانسه اینترنشنال اف آر پی، عرض کنم حضورتون که رادیو زمانه بودن، دویچه وله بودن، در برنامه خودنویس بودن که یکی از برنامه‌های بسیار خوبی است که دوستان جوانمون تهیه می‌کنن، رادیو کوچه بودن، رادیو پیام بودن، روز آنلاین بودن، صبح امروز بودن، صدای ایران بودن که معرف حضور بینندگان هستند، هست این رادیو در به اصطلاح لس آنجلس و بنده هم این افتخار رو دارم که الان صدای همون رادیو صدایی است که رادیوی پرژن رادیو داره و من برنامه روزانه دارم اونجا و بسیاری دیگر از رسانه ها و بنده اینجا باید نمیدونم جدی یا برای تغییر ذائقه گله بکنم از آقای دکتر که چرا ما رو از این صحبت های خودشون محروم کردن. به هر حال من دیگه دستم به دامنشون رسیده و از این به بعد دستبردار نخواهم بود، چه در برنامه های تلویزیونی و چه در برنامه های رادیویی. آقای دکتر، این صحبت هایی که کردید شما، اولا تا چه حد فکر میکنید که رسانه های فارسی زبان میتونن مؤثر باشن در اهدافی که شما دارید و فعالیت هایی که میکنید برای رسیدن به اون اهداف؟ بله، قبل از اینکه من به این سوال مهم شما پاسخ بدم، اجازه بدید تاکید بکنم به یک نکته که شما در آغاز صحبتتون فرمودید جناب اجازی عزیز، و اونم این است که گفتید که به اقلیت و اکثریت اعتقاد ندارید. بله، این نکته بی نهایت حائز اهمیت هست و من هم واقعا به این جدایی سازی و دگرسازی در جامعه خودمون به هیچ وجه اعتقاد ندارم، هم از جهت باورهای دینی خودم و هم از جهت علالخصوص از جهت اعلامیه جهانی حقوق بشر که انسان رو در حقیقت یکی میدونن و هرچند فعالیت‌های من به علت اطلاعاتی که به دست من میرسه بیشتر در زمینه بهایان ایران هست، ولی واقعا من خودم رو مدافع همه ایرانیان، تمام کسانی که حقوق انسانی خودشون رو از دست دادن میدونم و در بسیاری از این برنامه‌ها که شرکت کردم از همه هموطنان خودمون دفاع میکنم. اما در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، ببینید مسئله رسانه‌ها و اینکه دقیقاً الان اون سوالی که فرمودید، بخوام در همون زمینه صحبت کنم اگر لطف کنید دوباره تکرار بفرمایید. من سوالم این بود که تا چه حد فکر می‌کنید رسانه‌های فارسی زبان مؤثر بودن در انعکاس خبرهایی که مربوط میشه به
مظالم، به فشارها، به زشتکاری هایی رو که جمهوری اسلامی در مورد هموطنان بهائی ما انجام داده. واقعا رسالت رسانه ها بدون شک بی تأثیر نبوده و در حقیقت تأثیر بسزایی داشته. اونم علتش این است که جناب جزی وقتی که رسانه ها اخبار ایران رو منعکس میکنن در مورد نقض حقوق بشر، آنچه که اتفاق میفته رو به صحت بیان میکنن، این در حقیقت این نشانگر این هست که در ایران اجازه داده نمیشه که جنایت هایی که اتفاق میفته علل خصوص بر ضد اقلیت های دینی و قومی و جنسیتی زیر تاریکی و در پس یک پرده پنهان اتفاق بیفته. شما هیچ وقت یک دزدی رو نمیبینید که روز روشن بره دزدی بکنه. در نتیجه وقتی که رسانه ها این اخبار رو منعکس میکنن، این در حقیقت به همه مردم آگاهی میده که یک چنین مسائلی در ایران داره اتفاق میفته. هیچ ایرانی منصف و هوشمندی با نقض حقوق بشر موافق نیست. هیچ کس نمیخواد که هموطن خودش زیر فشار سرکوب از بین بره و در نتیجه انعکاس و بازتاب چنین اخباری از طرف رسانه ها بدون شک مؤثر بوده و هست. خیلی متشکرم دکتر ثابتان. در مورد کارهایی که یعنی زشت کاری هایی که جمهوری اسلامی کرده، از حتی قتل پاره‌ای از پیروان دیانت بهائی، اتهام های عجیب و غریبی که وارد میاره به بهائیانی که در داخل ایران هستن، جلوگیری از ادامه تحصیل فرزندان پیرو دیانت بهائی، تجاوز به اموال این افراد و تخریب خونه ها، تخریب قبرستان ها، چه دارید بگویید به هموطنانی که ممکنه اطلاع نداشته باشن که من بعید میبینم؟ و یکی از کارهای شایسته‌ای که انجام شده توسط دیانت بهائی به اصطلاح پیدا کردن یک امکاناتی در سازمان ملل هست که من میخوام در مورد همه این نکاتی که من مطرح کردم اگه ممکنه توضیحاتی بدین. بله، واقعا سوالی که مطرح میکنید، بنده باید تاریخ 30 چند سال جامعه بهائی ایران رو در چند دقیقه خلاصه بکنم. بله. و خدمتون عرض کنم که به هر حال جامعه بهائی در ایران در طی تاریخ زیست خودش همیشه مورد سرکوب و فشار بوده، ولی تا قبل از انقلاب فشارها نسبتاً کمتر بود در زمان پهلوی، ولی به محض شروع انقلاب واقعاً فشار بر جامعه بهائی، البته همینطور بر جوامع دیگری که در ایران هستن، الان که میبینیم دراویش گنابادی، مسیحیان، زرتشتیان، همه واقعاً تحت فشار هستن، اما علال خصوص واقعاً فشار به جامعه بهائی یک بعد چند وجهی داره. یعنی که وقتی ما به یک فرد بهائی، یک شهروند بهائی در ایران نگاه میکنیم، میبینیم از زمانی که این بچه متولد میشه واقعا تحت فشار و تحت تضییقات و تحت سرکوب هست تا وقتی که میمیره و حتی بعد از مرگ هم، وقتی که در یک قبرستانی میخواد به آرامش ابدی به هر حال بگذرونه، اون هم اجازه نمیدن. پارسال ما شاهد این بودیم که چند بانوی بهائی با بچه های شیرخوره خودشون که از سمنان بودن، اینها رو در زندان کردن و چندین ماه در زندان به سر بردن. بچه ها که بزرگ میشن وارد دبستان میشن، اونجا مورد تحقیر و استهزا قرار میگیرن. یعنی بهشون میگن نجس، بهائی هستید، شما نباید از شیر آب بخورید. در کلاس مورد به هر حال تمسخر قرار میگیرن. و وقتی که بیشتر به دبیرستان میان و بزرگتر میشن و میخوان تحصیلات خودشون رو ادامه کنن، اگر تازه اجازه بدن که وارد دبیرستان بشن، تحت نظارت هستن. ما نمونه های بسیار زیادی داشتیم از دبیرستان های ایران که ازشون درخواست شده اسامی محصلین بهائی رو
به اضافه اسامی پدران، مادران، خانواده‌هاشون، شماره موبایلشون، شماره تلفن منزلشون، آدرس خونه‌شون، همه رو یادداشت کنن و صورت برداری کنن و به دولت بدن. یعنی واقعا چیزی که انسان رو یاد فاجعه نازی میندازه که در اون زمان آلمان اومد و میخواست که از هر یهودی که در آلمان وجود داره اطلاعات جمع بکنه. بعد این محصل فارغ التحصیل میشه از دبیرستان، میخواد وارد دانشگاه بشه، بهش اجازه ورود به دانشگاه نمیدن. الان از اول انقلاب تا به حال دانشجوهایی که در دانشگاه بودن که از اول انقلاب اخراج شدن، بعد از اون اصلا اجازه ورود دانشجو رو به دانشگاه نمیدادن، طبق اون یادداشتی که از طرف شورای فرهنگی انقلاب در حقیقت صادر شده بود و به امضای آقای خمینی رسیده بود که دانشجوهای بهایی رو در دانشگاه راه ندن مگر اینکه بگن ما بهایی نیستیم. توجه بفرمایید. و اساتید دانشگاه هم البته از اول انقلاب اخراج کردن. این هم از وضع دانشگاهی. بعد این دانشجویی که الان تحصیل نکرده وارد اجتماع میشه و میخواد بره شغل پیدا بکنه. در وزارتخانه‌های دولت به هیچ وجه اجازه اشتغال به این فرد نمیده. در بخش خصوصی مقتی میخواد وارد بشه، در شرکت‌های خصوصی کار پیدا بکنه، یا بهش کار نمیدن یا اینکه به صاحب اون شرکت فشار میارن که این فرد بهایی رو استخدام نکنه. در نتیجه این فرد مجبور میشه به کار خصوصی بره، خود برای خودش یه مغازه‌ای باز کنه، یک کسب و کاری ایجاد کنه. بعد از اون میبینیم که به مراتب و به مکررن دیده شده که میرن و مغازه های بهایی رو پلم میکنن، آتش میزنن، مصادره میکنن، منازلشون رو همینطور هجوم میارن. یعنی اگر این روند رو بنده ادامه بدن میبینیم که زندگی یک فرد، یک فرد بهایی از اول زندگیش تا وقتی که داره میمیره همینطور سرکوب بعد از سرکوب. میخواد ازدواج کنه، بهش اجازه ازدواج نمیدن، میگن شما اصلا دینتون قابل قبول نیست که ما بخوایم اجازه بدیم شما ازدواج طبق مراسم و شعائر دینی خودتون بکنید. وقتی که کسانی که یک زمان پهلوی شغل داشتن تمام حقوق بازنشستگیشون رو ازشون سلب کردن. یعنی الان زمان پیری یک فرد هست که باید بشینه و بالاخره به طور یک زندگی نسبتاً معمول و متعارف داشته باشه، اونم اجازه نمیده. وقتی که میمیره، ما نمونه های زیادی داشتیم در مشهد، در اصفهان، در جاهای دیگه، اجازه کفن و دفن به یک بهایی نمیدن. وقتی هم که میمیره بالاخره یک جای دفنش میکنن، به مراتب دیدیم که حداقل 10-15 شهر در ایران اومدن اون قبرستان هایی رو که به بهایی ها داده بودن که به نام ما در جامعه بهایی بهش گلستان جاوید میگیم، اینها رو مصادره کردن، مقابر رو خراب کردن، چه بسا بی احترامی های زیادی روی قبرها شده. و جمعاً وقتی که این طیف زندگی رو نگاه میکنید، واقعاً شاید بشه گفت مردن از این زندگی بهتر هست. و آخرین نمونهش همونطور که شما فرمودید نمونه بوده که از 11 اردیبهشت در شیراز، قبرستانی که از سال 1920 میلادی متعلق به بهائیان بوده که 3 سال بعد از انقلاب مصادره شد، بالاخره حالا دارن اینو تخریب میکنن و میخوان روی یک سازمان، یک ساختمان ورزشی و فرهنگی بسازن. یعنی که روی اجساد بهائیان مردم برن ورزش بکنن. آخه خیلی اینا فرهنگی هستن آقای دکتر. به هر حال مسئله حالا گذشته از همینا، واقعا شما ببینید نقض حقوق اساسی و شهروندی یک فرد اصلا کار نداشت. حالا بهائی هر چی از تا چه حد میتونه واقعا جلو بره؟ و هیچ کدوم از اینا با هیچ معیار حقوقی، با هیچ معیار حقوق بشری و البته با هیچ معیار انسانی قابل قبول و قابل پذیرش نیست. آقای دکتر سابتان، اشاره کردید به شرایطی که در گذشته هم بود در زمان حکومت پهلوی. من یادم هست که همون موقع هم به علت فشاری که همین آخوندا می آوردن، بعضی از هموطنان بهایی ما برای استخدام یا اعتقاد خودشون رو، اعتقاد مذهبیشون رو درج نمی کردن توی پرسشنما، یا یادم هست چون دوستان بهایی زیادی من داشتم که الان میتونم نام ببرم تک تک، می نوشتن مسلمان واقعی یا یه چنین چیزی. بله. آیا
الان اولا این آمار رو اینا از کجا به دست میارن که کی باهایی هست یا کی نیست و همون پرسشنامه ها الان به اون صورت، یعنی دقت عملی رو اون پرسشنامه ها هست که مجبور میکنن که بمیسن افراد، و اساسا تا الان این اقداماتی که شده تا چه حد باعث شده که عده زیادی از همکیشان شما از ایران خارج بشن به ناچار؟ میزان تعداد کسانی که در ایران هستن، البته هنوز احتمالاً 100,000 نفر هستن، چه بسا بیشتر طبق اطلاعاتی که بنده در رسانه‌های جمهوری اسلامی دیدم. و شاید یکی از علت‌های مهمش این است که وقتی که در ایران این اونچنان حملات زیادی به جامعه بهائی میشه، و من اینو به جرأت عرض می‌کنم که روزی نیست که در رسانه‌های جمهوری اسلامی، در رادیوها، در تلویزیون، در رسانه‌های و در وبسایت‌ها حمله‌ای به آیین بهائی نشه، اتهامات بی اساسی زده نشه. و خب شهروندان ایرانی، هموطنان ما، به طبع کنجکاو میشن که این بهائی‌ها چی هستن که هم جاسوس هستن، هم مخل امنیت کشور هستن، هم بیگانه پرست هستن. تمام یعنی آنچه که شما تصور بفرمایید این اتهامات به جامعه بهائی زده، بدون این که به یک فرد بهائی اجازه بدن که بیاد از خودش دفاع بکنه. خب در چنین حالتی وقتی هموطن ما یک نفر بهائی رو میبینه، ازش میپرسه که شما کی هستید، شما به چه اعتقاد دارید که اینقدر دارن بر ضد شما حمله میکنن. یک فرد بهائی هم حقیقت رو به اونا میگن، و اتفاقا هموطنان ما الان دارن آگاه میشن که اصول آیین بهائی چقدر مطابق واقعا تفکر انسانی و خرد جمعی اونها هست. به طب خیلی ها مایل هستن و ما نمونه هاشو میبینیم، میخوان بهایی بشن. و شاید اینجاست که واقعا جمهوری اسلامی یک حراسی پیدا کرده که مبادا یک دفعه همه ایران بخواد بهایی بشه، که البته فعلا اینطور چیزی اصلا میاثر نیست. نکته مهم این نیست که الان همه ایران بخوان بهایی بشن یا نه، نکته مهم این است که در ایران آزادی وجود داشته باشه، که اگر کسی میخواد شیعه باشه شیعه باشه، کسی میخواد باهایی باشه باهایی باشه، کسی میخواد نامذهب و کمونیست باشه و انسان دوست باشه انسان دوست باشه. یعنی این آزادی است که مهم هست وجود داشته باشه، که انسانها برای خودشون تصمیم بگیرن، با خرد خودشون تصمیم بگیرن و تحت هیچ فشاری نباشن که مجبور بشن یک عقیده خاص از یک فرقه خاص و از یک نهله خاص رو انتخاب کنن. خیلی ممنونم آقای دکتر ثابتان از توضیحات خوبی که دادین در این زمینه. امروز یک خبر وحشتناکی رو که من شنیدم از بی بی سی بین الملل توی راه که می آمدم، در مورد این که در سودان یک زنی که پدر و مادرش، یکی پدر مثل این که مسلمان بوده، مادر مسیحی، و پدر فوت شده و این زن با یک مسیحی دیگه ازدواج کرده، فرزندی دارن اینا که چند ماه دیگه به دنیا میاد، این زن رو خواستن در دادگاه و مجبورش کردن که بگه مسلمانه، گفته من مسلمان نیستم، من مسیحی هستم. به این خاطر او رو به زندان عرض کنم 100 ضربه شلاق و بعد هم اعدام محکوم کردن. یعنی شما ملاحظه فرمایید که این جهالت، این تندروی های اعتقادی در تمام دنیا وجود داره، ولی اینجاست نکته که آیا ایران سودان هست؟ آیا این همه افراد تحصیل کرده و به هر حال جامعه ای که از یه رشد بی نظیری برخوردار هست، همون طوری باید درش عمل بشه که در سودان عمل میشه، در یک کشور عقب افتاده و قبیله‌ای؟ اینا واقعا دل انسان رو به درد میاره. آقای دکتر اجازه بدید من این رو تعمیم بدم. ببینید آنچه که شما الان بیان کردید در سودان اتفاق میفته، این در قرون وسطا، در قرون 14 و 15 به عنوان تفتیش عقاید مطرح میشد. بله. ما الان باید 400-500 سال قبل برگردیم به زمان، و اون زمان رو میدیدیم که بله میگرفتن یک یهودی رو میگرفتن یا مسیح رو میگرفتن، به زور میگفتن شما باید تغییر عقیده بدید. اما توی قرن 21
یعنی حتی در سودان هم چنین چیزی قابل قبول نیست. همینطوره. اما همونطور که شما تاکید فرمودید در ایران ما جایی که مهد بردباری و تسامح بوده از 2000 سال پیش، بله، و در یک چنین مکانی الان تأکید روی این باشه که شما چرا درویش هستید، شما چرا مدافع یک بهایی هستید، یعنی الان بیش از 30 نفر 39 نفر در زندان هستن از وکلای دعاوی، از وکلای ایران، که جرمشونه که اومدن از یک بهایی دفاع کردن یا از یک درویش دفاع کردن. شما تصور بفرمایید که واقعا پسروی و عقبگردی تا چه حد امکان داره، صرفا به خاطر اینکه یک فردی انتخاب میکنه یک نوع باور دیگری داشته باشه. خیلی ممنونم دکتر ثابتان. من وادار هستم، یعنی وادار شدم که یه نکته رو در مورد خودم خدمتتون عرض بکنم. دوستی دارم که اینجا سالهاست میشناسم، از روزی که من آمدم به امریکا ما با هم دیگه همسایه بودیم، یکی از افراد واقعا بی‌نظیر، دوست داشتنی، پزشک عالی قدر، و ما با هم دیگه اینقدر نزدیک بودیم تا اینکه اینها محله‌ای رو که زندگی میکردن عوض کردن، از کنار ما رفتن به منطقه دیگری و کمتر ما دیگه در ارتباط بودیم. بله. مدت ها خبر نداشتیم از هم دیگه. بالاخره بعد از مدتی که ما گرده هم آمده بودیم یه شبی و صحبت میکردیم، این زن و شوهر یکیشون به اون یکی میگفت خب بگو دیگه، بگو که چی شده و اینا، و اون یکی اکراه داشت. بالاخره به من گفتن که تو باهایی شدی؟ گفتم که نه، چطور مگه؟ گفت تو تمام شهر شایع کردن که تو باهایی شدی. یعنی میدونید گاهی اتهامات، حالا این بنده خیلی هم خوشحال میشدم اگر بتونم بیام و اون تعالیم رو نگاه بکنم بهش و ببینم که شاید با ذائقه من جور باشه یا نباشه، یا به طور کلی من اساسا فکر میکنم این موضوع اعتقاد دینی افراد یه مسئله شخصیه، به هیچ وجه به هیچ کس مربوط نیست. و اینجا اصلا کسی از کسی حق نداره بپرسه تو چه اعتقادی داری، چه دینی داری. ما تو این مملکت داریم زندگی میکنیم. به هر حال میخوام بگم این رو برای یه عده آدمی که اینجا هستن تو این مملکت زندگی میکنن، برای این که من رو مثلا یک وصله‌ای به من چسبونده بودن، بچسبونن به خیال خودشون، آمده بودن یه همچین موضوع رو مطرح کرده بودن. و این دوستان مثلا تردیدم داشتن که بگن یا نگن. من دوستان عزیز و صمیمی رو دارم که در دانشگاه پهلوی، در دبیرستان البرز، نه یکی، چندین، من به محافل بهائی ها رفتم، پای صحبت بزرگان بهائی ها نشستم، ولی از اونجایی که من اساسا عقاید دیگری دارم شاید جذب اون موضوع نشدم یا نخواستم یا به هر دلیلی. ولی اینی که ببینید مسئله به قدری روشنه توی جوامع پیشرفته که کسی به اعتقاد مردم کاری نداره. ما در مملکتمون به جزئی ترین امور مردم یک رژیمی روی کار آمده که داره دخالت میکنه، و آش به قدری شور شده که خود آشپزم متوجه شده و آقای رفسنجانی چند روز پیش در آمده گفته که آقا تا چه حد تمام زندگی مردم رو شما زیر ذره بین گذاشتین و همه جا اونها رو دوربین گذاشتین و نمیدونم صدا برمیدارین و نمیدونم اینجور کارا رو میکنین. شما ببینید چقدر شور شده این آش. و جناب شما در حقیقت به جرگه تعداد خیلی زیاد از عزیزان و هموطنان ما پیوستید که من افتخار من است که این تهمت رو از خانم شیرین عبادی گرفته، بله، که گفتن ایشون بهائی هستن، تا آقای علامه زاده گرفته، تا حضورتون که عرض کنم اخیراً آقای مازیار بهاری، بله، عباس میلانی، هر کسی. خب پس ما جز مشاهیر شدیم آقای دکتر، خودمون خواهر. بله، هستید. خواهش کن. نکته اینجاست جناب اجازی، که هر کسی که اومده یک کلمه دهن باز کرده و از یک فرد باهایی دفاع کرده، یعنی از هموطن خودش دفاع، بله، کرده، واقعا اینها از یه حقانیتی کردم، خودشون ایده های خودشون رو دارن، باورهای خودشون رو دارن، و به هیچ وجه البته شرم نیست اگر بخوان باهایی باشن، ولی نیستن. واقعیت این است که خودشون اذعان کردن که یا مسلمان هستن یا باورهای دیگری دارن.
منتها حالا چرا این نکته مطرح میشه؟ یعنی چرا یک چنین مسئله‌ای به عنوان یک تابو مطرح میشه؟ برای اینکه در طی 30 چند سال گذشته سعی شده که کلمه بهائی نه تنها به عنوان یک شخصیت، یک هویت بیگانه، یک هویت دگر اندیش باشه، بلکه به صورت یک بی احترامی و به صورت یک ننگ در حقیقت شناخته بشه، که وقتی مثلا میگن خانم عبادی بهائیه، این به معنای ننگ هست. توجه میفرمایید؟ خب به خیال اونها، البته به زعم اونها، به زعم اونها. من دارم عرض میکنم شما ببینید که چگونه یک واژه‌ای رو یا یک مفهومی رو آنچنان تغییر میدن که به صورت یک ننگ در بیاد. البته هموطنان ما، خود شما، همه آنقدر هوشمند هستن که اجازه نمیدن چون این مفاهیمی نه جرم شناخته بشه نه ننگ کسی باشه، و این رو مقاومت میکنن. چنان که مثلا میبینیم که یک آیت الله روشنفکری مثل آیت الله معصومی تهرانی اومده یکی از آیات کتاب مقدس باهایی رو نوشته و این رو به عنوان هدیه داده به باهایان. آقای نوریزادی رو میبینیم، قناعت طب خودشون اومدن و رفتن پای یک بچه باهایی رو بوسیدن. آقای ملکی رو میبینیم که اومده از یک دانشجوی باهایی معذرت خواسته که اجازه ندادن بهش وارد دانشگاه بشه. ببینید، اینها هیچ کدوم به این معنا نیست که این عزیزان اومدن باهایی شدن، بلکه انسانیت رو نشون میده که برای اونها انسان مهمه، حقوق انسانی مهم هست، و اینکه اصالت این است که ما همه انسان باشیم و اصالت است که همه ایرانی باشیم. حالا دیگه ورای اون چه باوری داشته باشیم، همونطور که شما فرمودید، این به اختیار خود انسانه، امرش خصوصی، میشینیم در موردش صحبت میکنیم، تبادل نظر میکنیم، ولی تصمیم به خود فرد باید گرفته بشه، نه با فشار و زور. من حتی یادم هست که یکی از دوستان همکلاسی من در دوران دبیرستان که من به چند محفل باهایی با ایشون رفتم، یادم یکی از تعالیم باهایی این بود که بچه ها تا سن بلوغ میتونن هر اعتقادی رو در این دیانت قبول بکنن و مجبور نیستن که به تبعیت از والدینشون باهایی بشن. و بعد هم یکی این موضوع بود که میخواستم اگر درست میگم تایید بفرمایید. و ضمناً مدارسی رو که به اصطلاح کلاس‌های درسی رو که جامعه باهایی در ایران بعد از ممنوعیتی که درست کرد رژیم برای شرکتشون در دانشگاه‌ها به راه انداخت و با مسائل بسیار زیادی روبرو شد، آیا هنوز دایر هست یا اون رو هم این رژیم داره ممانعت میکنه؟ آقای دکتر، در پاسخ به سوال اولتون باید عرض کنم که بله، این اصلی است در آیین باهایی که هر فردی، این به هر فردی باید این آزادی داده بشه که با اختیار خودش بره و تحقیق بکنه و حقیقت رو برای خودش پیدا بکنه. اصلیست به نام تحری حقیقت، یعنی هر انسانی نباید مجبور بشه که دین رو بپذیره. این یکی از اصول مهم آیین باهایی است. و من که خودم در دانشگاه تدریس میکنم، یکی از اولین مسائلی که در کلاسم مطرح میکنم این است که دانشجویان عزیز، شما به حرف بنده به عنوان یک فرد، به عنوان یک شخص گوش ندید. اگر آنچه که من میگم منطقی هست، اگر با عقل شما، با خرد شما جور در میاد، بپذیرید. اگر نه، من رو تحت سوال بگذارید. من به عنوان استاد دانشگاه موظف هستم که این مسائل رو برای شما روشن کنم. یک چنین اصلی در آیین بهائی از 170 سال پیش بوده و هنوز هم هست. اما در مورد آنچه که فرمودید در مورد دانشگاه، بعد از اینکه اساتید بهائی رو از دانشگاه اخراج کردن، اونها که دیگه کاری نداشتن و دیدن که دانشجوها هم بهشون اجازه داده نمیشه که وارد دانشگاه بشن، یه فکر خلاقی به فکرشون رسید و این بود که گفتن خب حالا اگر ما اجازه نمیدن در دانشگاه درس بدیم، ما میریم خصوصی توی منزل میشینیم و به دو سه دانشجو فیزیک و شیمی و ریاضیات و هرچی هست درس میدیم. این ایده خیلی مورد توجه قرار گرفت و این کارو کردن و یک دفعه این واقعا آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که تعداد خیلی زیادی از جوانان بهائی با اساتید بهائی دور هم جمع شدن و این کار رو ادامه دادن و یک مؤسسه غیر رسمی به نام مؤسسه علمی آزاد تأسیس شد در ایران و این ادامه داشت که خودشون بهائی‌ها برای خودشون درس می‌خوندن، البته کمکی هم می‌شد از خارج که کتابی چیزی براشون بفرستن،
و جالب اینجاست که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی حتی به بهائیان اجازه نداد که در منازل خود خصوصی خودشون، در حریم خصوصی خودشون یک چنین کاری رو ادامه بدن. چندین بار به این منازل هجوم بردن، با اون وسایل کامپیوتر و چیزایی که داشتن همه رو مصادره کردن و بعد اگر که در ساختمونی دور هم جمع شده بودن اونا رو مصادره کردن و اخیراً یعنی در سال 2011 تمام کسانی که یا در این کار به هر حال کارهای اداری میکردن یا این که تدریس میکردن الان در زندان هستن، از جمله آقای مثلا کامران و کیوان رحیمیان که آقای مازیار بهاری فیلمی که اخیراً درست کردن بله. در مورد همین هست، جان استوارت، فیلمی که جان استوارت درست کرده آقای دکتر. نخیر آقای جان استوارت فیلمی که درست کرده در مورد خود آقای مازیار بهاری، بله بله. ولی آقای مازیار بهاری یک فیلم درست کرده در مورد همین مؤسسه علمی که عرض کردم، تاریخش چیه، از کجا شروع شده و اسمش هست To Light a Candle، یعنی شمعی را روشن کن، که در وبسایت خودشون ایران وایر الان به طور مجانی هست که هر کسی بخواد میتونه بره ببینه. من حتما خواهم دید آقای دکتر. آقای دکتر آخرین سوالم راجب اقداماتی است که کردید برای جلوگیری از ادامه تخریب گورستان بهائی‌ها در شیراز. خب ببینید در خود ایران شهروندان بهائی که در شیراز هستند به چندین نهاد اجتماعی از جمله شهرداری، اداره وزارت سپاه، جاهای مختلف، امام جمعه، همه رجوع کردن و ازشون درخواست کردن، التماس کردن که این قبرستان رو تنها بگذارن، ولش کنن، خرابش نکنن، ولی متاسفانه تمام استینافی که کردن و درخواستی کردن به هیچ جا نرسیده. جامعه جهانی بهایی هم که همطور که شما اشاره کردید در سازمان ملل از سال 1948 تا به حال یک دفتری داره، ما در این دفتر مسئله رو به اطلاع جامعه جهانی رسوندیم، از خود سازمان ملل گرفته تا دولت‌های مختلف تلقی حقوق بشر که الان دارن این قبرستان رو خراب میکنن، چنان که خیلی ها رو خراب کردن و خیلی از کشورها باز از ایران درخواست کردن که این عمل زشت رو جلوگیری بکنن، متاسفانه اون هم قبول نکردن و آخرین اخباری که ما داشتیم تا چند روز پیش این است که هنوز دارن به تخریب ادامه میدن. امید ما این است که لااقل اجسادی که دفن شده رو دست نزنن و اجازه بدن که به هر حال اونها یک آرامش نسبی برای بعد از مرگشون داشته باشه. خب اونها رو اگه دست نزنن شما چه میخواید چه باید بکنن؟ جای دیگری منتقل بکنن؟ نه دیگه، ببینید، خب ببینید وقتی که محدودیت هست یکی از نکات خیلی مهمی که واقعا قابل ذکر است این است که جامعه بهائی علارغم اتهامات واقعا بی‌پایه و اساسی که میزنن هیچ وقت با این نظام مخالفت نکرده. ببینید جامعه بهائی معتقد است که قوانینی که در یک کشور هست قابل احترام هست و سعی میکنن به قوانین دولت احترام بگذارن، مگر اینکه این قوانین با اصول اساسی اعتقادیشون مغایرت داشته باشه. اگر که دولت داره سعی میکنه، بالاخره اومدن منازل بهائی رو مصادره کردن، چه مقدار زیادی، واقعا شاید گفت هزاران مکان مقدس بهایی یا اماکنی که متعلق به بهاییان بوده مصادره کردن، بهاییان هیچ تعرض نکردن، گفتن خیلی شما میخواید این رو بردارید بردارید. همونطور که عرض کردم اومدن این مؤسسه علمی آزاد رو خراب کردن، گفتن خیلی خوب اگر شما میخواید کامپیوتر رو بردارید ببرید بردارید ببرید. اما نکته ای که خیلی قابل توجه هست این است که جامعه بهایی هیچ وقت اجازه نمیده که به بهایی بگن تو حق نداری چیزی یاد بگیری. یعنی هیچ جای دنیا به کسی نمیتونن بگن شما حق ندارید یاد بگیرید، شما حق ندارید کسی رو دفن میکنید. بالاخره ما باید دفن میکنیم، بالاخره باید یاد بگیریم، بالاخره باید سعی کنیم تا اونجایی که امکان داره به هموطنان و خودمون یک خدمتی بکنیم و زندگی بکنیم. و همونطور که عرض کردم فعلا متاسفانه هیچ مفری برای جامعه بهائی نیست و اگر برن و خراب بکنن رفتن و خراب کرد. آقای فرهاد، دکتر فرهاد ثابتان بی‌نهایت سپاسگزارم، تا فرصت دیگری که امیدوارم بتونیم پای صحبت‌های شما بشینیم ازتون خداحافظی میکنم، از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم و از
امیر درخشان عزیز که کارهای فنی برنامه رو به عهده داشتن. روز و روزگار به شما خوش.